سلام به همه دوستان و همراهانم روز جمعه است اول اردی بهشت 1402 یک ماه از سال گذشت با چه سرعتی و 21 آپریل 2023 امروز در بسیار از کشورهای اسلامی و برای بسیار از مسلمانانی که تابعیتی از ولایت فقیه و علی خامنه‌ای ندارن روز عید فطر حالا من اون دسته از دوستانی که مخاطب من هستن و پایبند روزه و مناسکش هستن و عید فطر رو جشن میگیرن تبریک میگم و به خصوص به اونهایشون تبریک میگم که در زندگی مردم دخالت نمیکنن دینشون رو برای خودشون دارن و در پستوی خانه هاشون دینش رو حفظ میکنن برای اونها عقیده, عقیده اونها برای من محترمه فقط این دسته اون دسته ای که تحت عنوان امر معروف نهی از فزولی در زندگی مردم میکنن در حالی که جایگاه اصلی امر معروف و نهی از منکر که امر و از منکر نسبت به حاکمان فاسد و ج... ظالم هست رو فراموش میکنن اما در زندگی شخصی مردم فضولی میکنن اما اصلا نه خودشون قابل احترامن نه عقیدهشون برای اینکه خودشون هم به اون عقیده عقیده ندارن اونا در واقع دکانشون هست یک نوع کاسبی همراه با بیماری روانی هستش اما مطابق معمول تمام 44 سال گذشته باز عید فطر یک مصیبت برای مردمه من به عنوان کسی که برای از قبل از انقلاب روزه گرفتن رو شروع کردم یادم میاد چه شروع ماه رمزون چه عید فطرش اصلا مشکل نداشتیم به دلیل اینکه حکومت اصرار نداشت یعنی هیچ دخالتی نمی کرد دکان کاسبی هم نبود برای بخشی از روحانیون و مراجع تقلید اگر برای یکی از مراجع تقلید ثابت میشد یا برای یک حتی یک اخوند استانی تایید شد ثابت میشد که مورد شناخت بود همه میپذیرفتن و در سراسر کشور ایده فیت اعلام میشد خیلی به پیش میاد و این البته یک بار من یادمه که در همون ساله قبل از انقلابم تا زمانی که خبرش منتشر شد اونم دلیلش بود که مثل الان دسترسی رسانه‌ای نبود که بلافاصله خبرها منتقل شه یادم یه سالی تا بعد از ظهرش ما روزه گرفتیم و بعد اعلام کردن که عید فطر روزه رو خوردیم چون میگن در روز عید فطر روزه گرفتن حرامه بگذاریم ولی به هر حال هر چه بود همه با هم بودن ما بعد از انقلاب تا هر ساله این موضوع عید فطر رو داشتیم چند سال قبل روز اول رمضان هم همیشه در حالی که بسیاری از... مراجع تقلید و پیروانشون مقلدینشون یک روز به ما روز اول ماه رو اعلام کردن دفتر خامنه ای با اصرار اطلاعی داد که امروز روز سیام ماه رمضانه و سیوم ماه شعبان هست و فردا ماه رمزون شروع میشه در حالی که بسیاری از مردم بر اساس اطلاعی که از قوم و جایی گرفته بودن روزشون رو شروع کردن اون موقع بود که رفتار جمهور اسلامی انقدر مردم رو ضد مذهب نکرده بود و مردم رو مصر به تظاهر به روز خاری یا شکستن روزه نکرده بود حتی یادم یه داستان جالب بود که یادم میاد که من هم کجا بود همون روز کروبی رو دیدم گفت من روز خیلی خجالت کشم گفتم برای چی گفت رفتیم مجلس ختم یک جا چای اردن با خوردیم خیلی از افراد من من گفتم که آجا قمایی نمیدونه بله اول ماه رمزونه خب اون دودم چی بهشون میگم که بالاخره حالا اطلاعی دفتر رهبری و جای دیگه بگذاریم امسال هم باز دوباره از حالا من یه نمونه میگم سالهای متعدد اتفاق افتاده نه فکر کنید یک مثلا روحانی معمولی یک آخوند معمولی یک معمای معمولی مثلا کسانی در حد مراجع تقلید بزرگ سرشناس مثل آیت الله گلپایگانی مثل مکارم شیازی و دیگران عید فطر رو اعلام میکردن آیت الله شوری زنجانی ولی دفتر خاملی زیر بار نمی رفت و اصرار میکرد بینم یکی از دیماری های روانی خامنه‌ای اصرار میکرد که آخر امروز روز آخر سیوم محرم زونه که حالا اگر به لحاظ شرعی نگاه کنیم با توجه که در روز عید فطر روزه گرفتن حرام خامنه‌ای با این کارش مردم رو به گناه انداخته میگم اگر با اون نگاه احمقانه که اینها دارن امسال هم مثلا یادم میاد یک سالی رسما خبر اعلام شد که چند تا از مراجع تقلید سرشناس از جمله آیت الله گلپایگانی که شاید یک دوری بزرگترین مرجع تقلید در تراز اینها بود حتی نماز عید در قم خونده بود ولی مرتب رادیو بیانی دفتر خامنه ای رو میخوند که امروز روز سیو ماه رمضان امسال حالا از یه جد ویژه من توضیح میدم براتون امسال هم در حالی که مولوی عبدالحمید در سیستان و بلوچستان و بعضی از مراجع تقلید در قوم اعلام کردند که براشون محرز شده عید فطر دفتر خامنه باز قبول نکرده حالا چرا قبول نکرده برای اینکه یه سری دکان و دستک دارن ستاد استحلال شما برگردید قبل از انقلاب ببینید من جمعیت کار ندارم. حتی معتقدم تعداد روز کسانی که قبل از انقلاب در جمعیت 35 میلیونی 36 میلیونی ایران روزه میگرفتن نسبت به جمعیت هشتاد زیادتر بود حالا درصد که سر جای خود ولی حتی به تعداد اگر بشماریم من مطمئنم تعداد روزگیران قبل از انقلاب بیشتر از الان بود و مردم مشکل هم نداشتن کار خودشون انجام میدادن کسی هم مزارمی, کس نبود که بسیار رعایت میکردن مردم تو اون شرایط هم وقت بالاخره یکی از این مراجع اعلام میکرد اما بعد از انقلاب خامنه ای بر اینکه ستاد هم وجود نداشت یک رویه کاملا سنتی مذهبی وجود داشت اگر برای یک فردی که مورد اعتماد مثلا مراجع تقلید بود ثابت میشد تموم میشد همه هم می اینطور نبود که مثلا دو تا مرجع تقلید تو قم نماز عید فطر بخونن بعد خامنه ای دفترش این مرتب اطلاعیش رو رادیو پخش کنه که امروز روز سیوم ماه رمضانه خب امسال مولوی عبدالحمید اعلام کرده یک دو تا از مراجع تقلید هم اعلام کردن در, در بعضی از کشورهای اسلامی هم اعلام شده که عید فطره اما دفتر خامنه ای بیاره داره که امروز جمعه سیوم ماه رمزونه خب من برگردم به اتفاقاتی که افتاده قبلش اینو بگم که خب فقط عید فطر نیست که دوستان یک ضوابط و مناسکی داره که اگر عید فطر باشه روزه گرفتن حرامه و اگر روز سیوم ماه رمزون باشه روزه گرفتن واجبه خب عید قربان هم داریم عید قربان یک روز خاصه و مراسم ویژه‌ای در حج داره ولی هم خمینی هم سایر مراجع تقلید رسما حکم میدن که اگر در عربستان هستید شما اون استحلال اونها رو قبول کنید یعنی روزی که اونها اعلام کرد روز اول ماه ذیحجه است قبول کنید و دهم ماه ذیحجه میشه عید قربان و انجام بدید اگر واقعا اینقدر مسئله حساسه که روزش حتما باید برای علی خامنه‌ای که اصلا نمیدونم نسبتش هم با مرجعیت و فقه به معنای واقعی چیه خب اونم همینطوره بخر روز عید قربان هم موضوعیت داره روز عید قربان روزی که باید به لحاظ تقویمی ثابت بشه چرا اونجا اشکال نداره که استحلال مقامات سعودی را بپذیریم اما در اینجا اشکال داره حالا اینا ممکن توجیه کنن که خب اونجا ما چون در عربستان هستیم ناچاریم پس چرا وقتی میرید عربستان حالا الان که دیگه جرئت نمی‌کنه از این غلطا بکنید تا سال‌ها می‌رفتید در عربستان برخلاف خواسته مقامات سعودی و حتی برخلاف خواسته روحانیون مذهبی اونجا مراسم برائت از مشرکین برگزار کردید امنیت حج رو هم ریختید خب حالا امسال دو تا اتفاق افتاده در رابطه با عربستان یک دولت عربستان در چند ماه گذشته میزبان بعضی از مقامات خارجی بوده به ویژه رئیس جمهور چین که در خاک عربستان دو تا بیانیه را امضا کرد دو تا بیانیه مشترک یک بیانیه مشترک با شورای همکاری خلیج فارس و در اون بیانیه مالکیت ایران بر جزایر سگانه تنب بزرگ تنب کوچک و ابو موسی زیر سوال رفت و دوم بیانیه مشترک با دولت عربستان که در اونجا نام خلیج فارس در سار رفت و نامی مطرح شد و رئیس جمهور چین زیرش امضا کرد که نام مجعول از نظر ما به نام نه به لحاظ تاریخی درسته و نه به لحاظ واقعیت جغرافیایی مدت کوتاهی بعد از این گستاخی عربستان و رئیس جمهور چین رئیس جمهور چین آیت الله سید دکتر رو احضار کرد چین و بهش دستور داد که باید برید با عربستان مصالحه کنید و همین کسانی که سالها فحاشی میکردن به عربستان در رأسشون علی خامنه ای از فساد آل سعود میگفتن از اینکه آل سعود به زودی از بین خواهد رفت اظهار خوشحالی میکردن که پیشرفت های اقتصادی و نظامی که عربستان داره به دست مجاهدین اسلام خواهد افتاد از انواع بدی و پدیدی آل سعود می در حضور خامنه ای سرود می شعر میخوندن عربد کشی میکردن در مورد اعدام آل سعود ولی به یک باره وقتی که مسلحت نظامشون دیگه نه مسلحت مردم ایران و نه مسلحت اسلام ببینید اگر مسلحت مردم ایران بود بایستی اول از همه مس... مساله ایران در نظر گرفته میشد از جمله دو کشوری که شکر زیادی خوردن و در مورد مالکیت ایران بر جزایر استگانه و نام تاریخی خلیج فارس حرف بی زدن باید تنبیه می نه اینکه به پابوسشون برید خب حالا من سوالم اینه که وقتی که قرار برای منافع شخصی خودشون و منافع نظام فقط برای ماندگاری نظام تا این حد پرنش به خرج بدید و تا این حد ذلت به خرج بدید چرا در مورد عید فطر نمیاد داقل همه کنید که یک نماد و نمایش وحدت اسلامی هم باشه حالا که عربستان اعلام کرده بعضی از کشورهای دیگه اسلامی هم اعلام کردن در داخل ایران هم مولوی عبدالحمید به عنوان بزرگترین پیشوای اهل سنت و بعضی از مراجع تقلید ساکن قم که اونا شیعه هم هستن در بسیار از مسائل هم با جمهوری اسلامی همراهن ولی چرا اون نمیپذیرید خب از عرب... اگر ببینید مشکل اینه که یعنی نه تنها در خارج از ایران در داخل ایران هم اعتقادی به وحدت ندارن که بعضی وقتها به بهانه به وحدت یعنی اصلا فرض اگر کسی ما قبلا داشتیم آقای قربینامی در اصفهان خیلی بی سر و یک نماز جمعه تو خونش برگزار میکرد رفتن دستگیرش کردن زندانیشن که شما وحدت چکنی میکنید ما نماز جمعه در اصفهان داریم شما چرا تو خونه نماز جمعه میکنه؟ خب حالا خودشون علنا میگم در مسئله سیاسی که به نفع خودشون بازم تکرار میکنم اگر این منفعت اگر این همراهی با عربستان نفعی برای ملت ایران داشت گفتیم بسیار خوب حالا اینا که قبلا غلط زیادی کردن شعار دادن که آل سعود رو اعدام میکنیم. بدبختشون می‌کنیم نمی‌دونم آل سعود اصلا آدم نیستن کثیفن فاسدن حالا به خاطر منافع ملت ایران برمیگردیم اما نه اینطور نیست فقط برای ماندگاری جمهوری اسلامی چون یکی از اربابانشون که چین هست چین رفته در عربستان سرمایه گذاری کرده این نکته ای که من سه ماه پیش دوستان در ویدیو گفتم در درست همون روز سفر رئیس جمهور چین به عربستان من گفتم از این به بعد دیگه امنیت عربستان امنیت چینه و جمهوری اسلامی دیگه غلط میکنه چه خودش چه نیروهای نیابتیش حوثی ها بخوان کاری انجام بدن و میبینید که علاوه بر این که ظاهرا با جمهوری اسلامی مصالحه کردن حوسی ها هم که از طرفداران ظاهرا به نظر میرسید که نانخور ملت ایران هستن از محل نانی که جمهوری اسلامی از جیب ملت میدزده اونها هم رفتن با عربستان مصالحه کردن و خیلی سریع اسرا رو مبادله کردنید بالاترین سطح ببینید جنگ ایران و عراق وقتی تموم شد سال 67 تموم شد مبادله اسرا در مرداد 69 شروع شد یعنی دو سال و یک ماه بعد از پایان جنگ بعد از در واقع پذیرش قدنامه از سوی جمهور اسلامی چون عراق ظاهرا قدنامه رو پذیرفت بود اما دو سه سال بعد از صدور قدنامه جمهور اسلامی پذیرفت اما در عین حال که عراق مثلا دو سال سه سال قبلش پذیرفت بود و جمهور اسلامی هم در سال 67 در تیر ماه 67 قدنامه 598 رو برای آتش بس پذیرفت مبادله اوسرا دو سال طول کشید یعنی اولین سری اوسرا در مرداد ماه سال 69 برگشتن به کشور که من خودم اولین سری رو رفتم فرودگاه برای استقبالشون خب اما حوسی ها الان با عربستان مصالحه کردن بلا فاصله 900 تا اسیر مبادله شدن یعنی انقدر جدی در صلح پس این دستاورد در واقع این دستوریه که چین داده حوسی هم که چون دستورشون رو خامنه ای میده پولش رو ملت ایران میدن البته نه که با رضایت ملت ایران از جیب ملت ایران میدوزن بهشون میدن ولی دستور رو برقر از خامنه ای میگیرن خامنه گفتش که ما لونگ انداختیم شما هم بندازید همون لونگی که ولایتی توصیه میکرد میگفتش که مردم ایران از حوسی های یمن یاد بگیرن لنگ میپوشن نون خشک میخورن اما در برابر آمریکا حالا نه تنها در برابر آمریکا نه در برابر یک درجه چندم دنیا که چین ناچار شدن کوتاه بیان و تمام شعارهاشون تموم شد نشستن که نامی مصالحه کردن حالا من سوالم اینه که جمهوری اسلامی که در مسئله سیاسی که به نفع خودشه فقط و حتی علیه منافع ایران هست میتونه با عربستان هم زبان بشه همون جمهور اسلامی که برای حفظ ظاهر وقتی که حجاج رو میفرسته عربستان که من اصلا به نظر من نباید دارم بپرسن در شرایط فعلی که هم اونجا توهین شد به حجاج ما در فرودگاه تجاوز شد هم به خاطر بیکفایتی که وجود داشت در آتش سوزی های اونجا از ایرانیا کشته شدن زیر دست و از بین میرن برحال. حالا وقتی میرن اونجا چطور حاضرن که بر اساس برخلاف عید قربان تقویمی خودشون تمکین کنن نسبت به اون میگم دقیقا مثل عید فطر اگر میشه بنا به مصالحی حالا مثلا تظاهر به وحدت شیعه که اینا میخوان تظاهر کنن که بین شیعه وحدت قائلن که این نیست واقعا اینا حتی با شیعیان خودشون هم نمیسازن اما هیچ نمود و نمادی از مدارا حتی با نه اینکه وحدت وحدت که سطحش خیلی بالاست نوعی مدارا با اهل سنتی را وجود نداره ولی حالا به همون دلیلی که ظاهرا برای اینکه پوز وحدت شیعه اوسانی بدن در روز عید قربان بر اساس تقویم عربستان اقدام میکنن و مناسک حج به جامعه قربانی انجام میدن و یه مرحله از حج میگذره به مرحله بعدش وارد میشن اینجا چرا از این سن کارو کنن دو دلیل داره یکی اینکه جمه... علی خامنه یک عقده شخصی داره ارزم کردم فقط در مورد مخالفت با کشور خارجی نیست در داخل کشورم، هم علمای اهل سنت و اهل تشیع عید قربان رو که اعلام میکنن خامنه ای قبول نمیکنه بخش اولش مرتبط با عقده های شخصی علی خامنه ای که همیشه که من دیدید اون فیلمی که وقتی میخواد در مورد نظام صحبت کنه میگه نظام نظام میخواد دراتون بذارم عقده های علمیه باید خود را سربازان نظام بدانند برای نظام کار کنند برای نظام دل بسوزانند اینجا میخواد بگیم من من باید بگم که عید پتکه این دلیل اولش که بیماری های از بیماری های روانی علی خامنه ای که سال هاست نه تنها ملت ایران بلکه یک منطقه و شاید از تو بعض زمین یک دنیا رو با تنش و مسئله روبرو کرده این به معنی قدرتش نیست اینکه مثلا یک لات توی محل اربده بکشه و بعد فقط به مردم ضعیف زور بگه که نشوننده قدرت دیست. ولی به هر حال ایجاد میکنه و مسئله دوم این منافع مالی که تحت عنوان ستاد استهلال و کوفت و زهر مار انجام میشه یه سری را بیفتن این و, و حالا هر طریقی باید پیدا کنن از جیب ملت ایران بدوزن دیگه این دو دلیل باعث میشه که نه دیگه تظاهر به وحدت شیعه میکنن نه مثل مسائل سیاسی که تا این حد ذلت نسبت به عربستان به بازم تکرار میکنم عربستانی که همین سه ماه چهار ماه پیش زمین ساز اظهار نظر جسور در واقع وقیهانهی رئیس جمهور چین بود برای زیر سال بردن مالکیت ایران بر جزایر سگانه و به رسمیت شناختن یک نام مجعول برای خلیج فارس در برابر اون رفتار آل سعود کوتاه میان اما در این مورد حاضر نیستن کوتاه بیان یعنی در واقع حاضریم ایران را بفروشیم مقامات جمهوری اسلامی حرفش اینه که مقامات جمهوری اسلامی حاضرن ایران را بفروشن اما حاضر نیستن دکان مذهبی خودشون بندن اونم باز میگم این دکان مذهبی هیچ ربطی به مذهبی ها و مذهب نداره یکی از دکان هایی که جم... علی خامنه ای و اطرافیانش انواع رانت را ازش میبرن حالا بر... رانت علی خامنه ای که عقده هاش رو یه مقداری تشفی قد... به خیال خودش قدرت نمایی میکنه که هر چی ضعف داشته این حد تو دنیا تو سرش میزنن اسرائیل چند وقت رفته تحقیرشون میکنه در داخل ایران در خارج از ایران در سوریه و در جای دیگه و همین که بعضی از عمل اکله دور بر علی خامنه ای بیان تحت عنوان ستاد استحلال و بود جایی که برای این کارا میگن تحقیقاتی که میکنن یک چپاول دیگه هم انجام میدن برای من بازم به کسانی که بدون فضولی در زندگی مردم بدون سرکشیدن کشیدن در زندگی مردم به مرا... مناسک مذهبیشون پای بندن عیدفت و تبریک میگم و مراتون متاسفم که حتی این مذهبتون هم که به نوعی یکی از عوامل ماندگاری جمهوری اسلامی بازیچه جمهوری اسلامی شده شما حتی در انجام مناسک مذهبیتون هم دوچار مشکل هستید موفق باشید